درود بچه ها، با این ویدیو خفن دیگه اومدم که بازم براتون یه سری خوراکی عجیب غریب و اسپرد حلوا عادی اسرائیلی رو تست بکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نرسن بریم. من عاشق چیپس سیب زمینی طعم کچاپ هستم. نظر شما چیه در موردش؟ تو کامنت حتما برام بنویس. این چرا انقدر خالیه؟ یعنی دوزی تو روز روشن، یعنی اگه تمام هواشو بگیرین اینجاش فقط چیپس هست. ها اینجاش یه تیکه بوی چیپس کچاپ رو میده. اونقدر که فکر میکردم قرمز نیست. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. یه ذره اسپایسی، طعم کچاپش خیلی خوشمزه. من به این 10 پلاس میگم. خدایش تعالی نوشابه به این نازی و خوشگلی و توپلی و بانمکی دیده بودیم. اسمش چابیه، طعم موزه ولی رنگش نارنجیه. با خود چند چندی شما واقعا. خدای تو قدر تو نازی آخه. ولی من چرا بوی شربت سی نمیده؟ موز که چه ارز کنم، این رنگ شاش کسیه که سه هفته آب نخورده باشه. مزه موز مصنوعی میده، یه همچین نمه یه مزه شربت سینه و دوام. من به این 8 میدم. من عاشق شکلات و فندق، با هم اینا بیسکویتیه که کرم شکلات فندقی داره وسط روش. خدایش یه جوری شبیه گل آفتاب گردون نیست. خدایش خوشمزه بود، فقط یکم مزه شکلات فندقش کم بود. بهش میدم. من عاشق پسته شکلاتی هم. پسته با شکلات تلخ روش. خداییش بوی بهشتی پسته و شکلات رو میده. این ساخت کانادا است. پسته های رفسنجان کانادا درستش کردن. وای که چقدر خوشمزه است. من باید به این 10 پلاس بدم. من عاشق اصلی هستم که طعم قهوه بده، مخصوصا شکلاتش. و مرسی یکی از بهترین هاست. بسته بندیش آخه چرا اینقدر باید فنسی باشه؟ انگار که من دارم شمش طلا با خودم حمل میکنم. شکلاتش دو رنگ هست، جلوش سیاهه زیرش سفیده. بوی بهشتی قهوه. این 100% 10 پلاس پلاسه. من انواع اسپرد های صبحانه رو امتحان کردم تا حالا، ولی تا حالا اسپرد حلوا عرضی اسرائیلی رو تیست نکردم. ولی خب حالتش بیشتر اسپرده، یعنی خشک و سفت نیست. نگاه کنین چقدر نرم میاد بیرون. دو تا فرق بزرگ که داره با حلوا عرضی ایرانی اینه که نه خشک نه شیرینیش خیلی زیاده. خیلی خوشمزه است. همینجوری بهش 9 میدم از 10. ولی این اسپرد بعد با نون بخورم. پس بذار نون بیارم. به این نونا توی کانادا میگن نان. ساخت خود کانادا هم هستش، محصول پرزیدنس چویس. یکم این نرم و گوشتیه، خیلی هم کوچولو با مزه است. نونش خوشمزه است، یکم مزه لواش میده ولی یکم گوشتی تره. به نونه 8 میدم از 10. حالا وقتشه که این دو تا رو با هم دیگه امتحان بکنم. چقدر راحت روی نون اسپرد میشه، واقعا اسپرد به معنای واقعی. این خیلی عالیه، ولی عجیب نیست که من دارم برای اون خشک بودن و پودر شدن حلوا عرضی خودمون تعیین میشه. خدایش خیلی خوشمزه است، بانون بهش 10 میدن. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.